سلام بیننده آخر خط، به گونه زنده از تلویزیون نور هستید. پس از آن که جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبهش با یک رسانه هندی گفت که آینده دولت افغانستان بدون نقش طالبان ناممکن است، اما طالبان نباید نقششان برجسته باشد، مقامات حکومتی در افغانستان با آن واکنش تان نشان دادند. معاون سخنگوی رئیس جمهور در فیسبوکش نوشت که مقام های وزارت خارجه ایران این روزها در نقش سخنگویان طالبان عمل می کنند. همچنان معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان ادریس زمان در واکنش به گفتهای اخیر جواد ظریف گفته است که پیشنهاد شامل ساختن گروه های مسلح در نظام کشور خلاف تمام موازین دیپلماسی و مداخله صریح در امور کشور پنداشته می شود. آقای جواد ظریف وزیر خارجه ایران همچنان در این مصاحبهش گفته است که در مورد اینکه به گروه طالبان در آینده دولت افغانستان نقش داده شود، باید مردم افغانستان در مورد آن تصمیم بگیرد. پیرامون همین موضوع بحث داریم با آقایان رامش نوری استاد دانشگاه و سید مصطفی مرتضوی عالم دین و تحلیلگر سیاسی. سپاسگزارم از حضور مهمانان گرامی. جناب آقای مرتضوی، با شما شروع میکنیم بحث. ارزیابیتان از این حرف و حدیث ها چی است؟ واکنش تند مقامات حکومتی در افغانستان به وزارت وزیر خارجه ایران؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام ادب خدمت شما و مهمان برنامه شما و خدمت بیننده های عزیز، مخصوصا ملت مسلمان و قهرمان افغانستان. خب متاسفانه که از همین چند ماه اخیر که مقامات آمریکایی مخصوصا به ریاست خلیلزاد از آدرس آمریکایی ها و وزارت خارجه آمریکایی ها مذاکرات و گفتمان صلح را با گروه های شورشی مخالفین نظامی حکومت افغانستان که عبارت از طالبان هست آغاز کرده، یقینا که این گام هایی که آغاز گردیده است در مراحل اولیه و در مراحل ابتدائیه به نظر می رسید که یک چراغ سبز است که از طرف آمریکایی ها در ارتباط به گفتمان صلح آغاز گردیده است. اما متاسفانه این گام ها و این چراغ سبز و این استارد که از طرف آمریکایی ها صورت گرفته است، گام های اشتباهی در ارتباط به گفتمان صلح بوده است که فرایند و نتایج این گام های اشتباهی که از آدرس آمریکایی ها و به سرپرستی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا و وزارت خارجه آمریکا در ارتباط به گفتمان صلح است، است که امروز تنش ها و چانه‌زنی ها و لابیگری های زیادی یقینا امروز از کشورهای همسایه افغانستان آغاز گردیده است و این برمیگرده به اونمو گام های اشتباهی که امروز از آمریکایی ها. آقای مرتضوی، خب یقینا شما ببینین که از نگاه حقوقی و از نگاه قانونی اینجا برمیگرده به این که آمریکایی ها این حق را ندارن که مستقیما وارد فاز گفتگو و مذاکره با طالبان شود، بلکه در افغانستان یک نظام هست، ولو یک نظام نیم بند یا یک نظامی که با چالش روبرو هست، باید که آمریکایی ها زمینه گفتگو را با حکومت افغانستان با طالبان ایجاد حکومت میکرد. افغانستان که تلاش و این و این ابتکار عمل باید که حکومت افغانستان در دست می داشت و از نگاه قانونی هیچ مشروعیت را مثلا آمریکایی ها نداره که اینا مستقیما در پشت درهای بسته با طالبان صحبت کنه، بلکه اینا فقط این کار را می حکومت افغانستان که از چین هم میخواد. آقای مرتضی، حرف شما بجا. حکومت افغانستان از کشورهای مثل چین هم میخواد، پاکستان هم میخواد، از ایران هم خواسته و کشورهای دیگری مثل عربستان هم خواسته که میانجیگیری بکنن برای آغاز روند گفتگوهای صلح با طالبان. شما ببینید که اینجا دو تا دلیل اساسی وجود داره، اما بحث اینه که آمریکایی ها خواسته است از بعض کشورهای منطقوی که دخالت داشته باشه در قضیه صلح با طالبان، یقینا که این روی صحنه است، یعنی یک سکه دروی هست که روی این سکه امی هست که طالبان خواسته است از بعض مقامات ارشدی کشورهایی که مخصوصا زی دخل در قضایای افغانستان هست که اینا هم خاورمیانی کنه. خب، تا بتوانه که طالبان به میز گفتمان حاضر بسازه. میخوام یک بار دیگه سوال بپرسم، میخوام در محور سوال ما پاسخ بدین. این تنش ها و بگو مگو ها میان مقامات حکومتی افغانستان و ایران چی را میرسونه؟ وزیر خارجه ایران میگه که باید نقش داشته باشه طالبان،
و ای که بدون نقش طالبا نمیفهم مشکل است حل مسائل در افغانستان و دولت داری در افغانستان. این طرف مقامات حکومتی افغانستان واکنش نشان میتونه میگن که اینا در نقش سخنگویان طالبان ظاهر میشن. چی را میرسونه واقعا؟ یقینا شما ببینید که از سوی دیگه که ایران هم متهم میشه از سوی آمریکا به حمایت طالبان در افغانستان. متاسفانه که اشتباهایی که آمریکایی ها آغاز کرده است از همین ابتدای روند صلح که به سرکردگی خلیل زاد هست، یعنی تشنج ها را و حرکات و فعالیت میگن های اشتباهاتی است که آمریکا در این روند داره و شما من میایم به این قضیه و این سبب شده است که اکتیف شدن بعضی از کشورها در قضیه گفتمان صلح و در قضیه دعوت کردن طالبان به کشورهایشان آغاز بگرده. این یک بحث اساسی است و اشتباه آمریکایی ها در اینجاست با توجه داشتن به ضعف حکومت که یک بیره همیشه هم بیان کردیم از همین میز شما هم که حکومت افغانستان هم یک آجندای ملی همه جانبه قابل قبول در ارتباط به قضیه صلح یک میکانیزم اساسی را که در اون میکانیزم تمام اصل ها باید که درد شو و آورده شو و قابل قبول تمام مردم افغانستان باشه وجود نداره. اما اشتباه اساسی برمیگرده با آمریکایی ها. یکی که آمریکایی ها متاسفانه در همین میکنن ایران که همکاری میکنه طالبان را حمایت نظامی میکنه. یقینا شما ببینید، خب شما ببینید که مشکلی که اساسی که برمیگرده با آمریکایی هاست که آمریکایی ها بعضی از کشورها را مثلا نقش ندادن در قضیه پروسه صلح با طالبان. در اینجا هستن که این کشورها فعالیت های خودشان میگن ایران نقش داده نشده. یقینا مثلا ایران نقش ندادن. شما ببینید که به هیچ عنوان مثلا آمریکایی ها با روسیه هم نشست نمیکنه. خلیزاد که به روسیه رفت، خب شما ببینید او یک بحث است که گفتیم یک سکه دروی است، ظاهر کار ای هست، اما در حقیقت امر به این شکل نیست. به همون شکلی که تا آمریکایی ها یک بار دیگه در ابتدا در جلسه بن یک اشتباه بسیار بزرگ و تاریخی را در قبال افغانستان مخصوصا در قبال طالبان انجام دادن که طالبان در میز مذاکره و در اون نشست بن اونا را سهیم نساختن و در اونجا به صراحت اعلان کردن که ما از راه نظامی میتونیم که طالبان از بین ببریم، ما حل کنیم. اون یک اشتباه تاریخی و اساسی را که آمریکایی ها در اونجا انجام داد. باز هم حالا همون اشتباه را تکرار میکنن که بعض از کشورها را من جمله مثلا ایرانی ها را نقش اینها را نادیده گرفته است و این سبب شده است که بعض از کشورها من جمله ایرانی ها هم فعالیت های خودش را گسترده و وسیع بسازند. تشکر میکنم جناب آقای نوری. چی نشان میده اظهارات وزیر خارجه ایران و این طرف واکنش تند مقامات حکومتی در افغانستان و باور آقای مرتضوی که مشکل از آمریکاست که با مستقیم با طالبان میبینه و کشورهای منطقه را مثل ایران سهم نمیده در روند سال افغانستان؟ به نام خداوند، عرض سلام به شما مهمان عزیز در بستان، بیننده های نهایت گرامی و همکارای تکنیکیتان. من میخواهم پیش از این سوالتان به یک مقدمه برم و این که ما نباید توجیه کننده منافع ملی کشورهای دیگر در حوزه خاک خود ما باشیم، ولو ایران باشه یا آمریکا باشه. یک استراتژیست آلمانی به نام کارل ون والتیز هست، استراتژیست هست، میگه که جنگ یک بخش از سیاست هست و متاسفانه همسایگان افغانستان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و موقعیت ژئوستراتژیک یا جغرافیای سیاسی و جغرافیای استراتژیک این کشور همیشه دنبال جنگ افروزی بودن. از این حقیقت ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم. حداقل 50 سال جنگی که ما با پاکستان و برخی کشورهای همسایه دیگه داریم نشان دهنده از این هست که اینا همیشه جز سیاست خارجی خود دنبال کردن جنگ در قضیه افغانستان دانستن. و مورد دوم این که افغانستان متاسفانه قربانی جغرافیای خود هست. گاهی این جغرافیا به عنوان یک فرصت برای افغانستان معنا و مفهوم پیدا میکنه و گاهی هم به عنوان یک چالش در مقابل سیاست خارجی افغانستان ظاهر شده است. ما مثلا میخوایم یک تحلیل کلان کنم، اجازه مربوط این در پیوند به چرا مثلا آقای ظریف می سخنگوی طالبان میشه و وارد علنا جلا و قبضه از اینا رو میگیرین، در تایید حرف معاون سخنگوی رئیس جمهور که اینا سخنگوی طالبان شدن؟ اجازه بدین من توضیح میدم. مثلا وقتی میبینی که آقای ظریف میام مداخله میکنه و به عنوان سخنگوی طالبان ظاهر میشه و از جانب دیگه هم میری میبینی او طرف پاکستان قضیه طالبان را در اختیار دارد، من باورم این است که بیشتر
این کشورها به ویژه پاکستان و ایران و چین روسیه، مثلا چین برای مهارسازی و فشار اقتصادی یا محاصره استراتژیک که امریکایا چینایا را در ژاپن، در هند و با کامپ های نظامیشان در افغانستان انجام دادن، برای این که این محاصره از بین برود وارد تمامی جنگ ها در قضیه افغانستان می شود، حمایت از افغانان علیه امریکا. اما وقتی بحث خروج امریکایی مطرح میشه، اولین بار میبینی که چینایی ها من اظهار نگرانی میکنن که اجازه بده خروج امریکایی میتونه مشکل در افغانستان. توضیح میتونم همسایگان قدرتمند افغانستان و قدرت های بزرگ جهانی به هیچ وجه راضی نیست که امریکا از اینجا سیو سالم به در بره. امریکا تصمیم به ای دارد که به نحو خدا آهسته آهسته از این پروسه دراز مدت و مرگ تدریجی افغانستان نجات بده. ولی همسایگان میخوان پوز امریکا را، به ویژه چین و روسیه میخوان پوز امریکا را در خاک در قضیه افغانستان بمانند. موردی که من میخوام تاکید کنم این است که چین برای رهایی از محاصره استراتژیک امریکا وارد هر اقدام نظامی و غیر نظامی در قضیه افغانستان و در قضیه امریکا میکنه. میگن چین در حمایت گروه های مخالف دولت افغانستان طبیعتاً و امریکا نقش داره در افغانستان؟ طبیعتاً نقش داره، برای اینکه از اون محاصره استراتژیک امریکا بیرون شود. مسئله دوم بحث جایگاه و نقش ایران و پاکستان هست. معمولاً ایران و پاکستان در طول سالیان گذشته، به ویژه 18 ساله که ما بررسی کنیم، اینا اهداف استراتژیک پنهان و آشکار را داشتن. مثلا اهداف آشکار این گروه ها ایجاد جبهه مستقیم جنگی با افغانستان بوده است، زیر نام طالب، حقانی، داعش یا فاطمی، کالدار فاطمیون قضیهش مبره. همینطور اینا اهداف پنهان از اینا رو میتونیم در سه مورد مورد مطالعه قرار بدیم. مثلا در محور اولی اینا مثلا تبلیغ علیه حکومت و مردم افغانستان میکنن، و در محور دومی رده‌های بالایی از مقامات بلند رتبه استخدام میکنن تا اطلاعات و پالیسی های اداره کابل افشا کنن و به اطلاعات بالا برسن. با چه هدفی؟ و در اجازه بدید اینا رو من بحث دارم. و محور سوم از اینا بحث تبلیغ علیه حکومت افغانستان و علیه افغانستان در سطح نظام بین الملل است، به ویژه کشورهای اسلامی و به خصوص کشورهای عربی، تا حداقل اینمی روند جنگ در اینجا تامین کنند، منافع ملیشان ایجاب میکنند، چون منافع ملی ستاره رهنمای سیاست خارجی این کشورها بوده است. مسئله سوم که من میخوام بگویم که هم ایران هم پاکستان متاسفانه استراتژی جنگ سیبودی را در قضیه افغانستان گرفته است. تعریف جنگ سیبودی است که ما ابعاد جنگ مختلف است. مثلا در گذشته ها جنگ برای تامین مثلا ارز بیشتر بود، تامین جنگ های ارزی گفته میشد، ولی امروز این جنگ ها از شکل ارزی گذشته است. این جنگ ها مثلا جنگ اقتصادی شده است که چین داره میکنه در قضیه افغانستان، مثلا جنگ سیاسی و نظامی و ایدولوژیک و مذهبی هست برای تامین منافع اقتصاد و سیاست و نظام و غیره. این کشورها جنگ سیبودی رو در پیش گرفتن. جنگ سیبودی میگه دشمن از سه جهت باید از پا در بیاری. جهت اول جبهه مستقیم جنگی است که من گفتم زیر نام طالب و داعش اینا و حتی حال دارن فاطمیون وارد افغانستان میسازن، زیر این عناوین وجود دارد. محور دوم جنگ سیبودی فشارهای نرم و دیپلماتیک است. شما گاهی وقتا ببینید روسیه فشار وارد میکنند، مثلا چین فشار وارد میکنند، حتی خود ایران فشار وارد میکنند، میگه که ما میریم به سوی مثلا این که با سم داده شد، تو چی کاره؟ تو چند تا کفل؟ یا مثلا مسئله سوم هم تبلیغات استفاده از شهروندهای خود کشور است، به ویژه برجسته ساختن ابعاد جنایات جنگی. ایران و پاکستان معمولا از مهاجرینی که در این دو کشور بوده به عنوان ابزار بسیار مناسب در این راستا استفاده کردند. حالا میمونه که چرا مثلا در چنین یک شرایطی ایران میاد چنین یک گپ میزنه، یا پاکستان وزیر خارجش میگه که ما از طالبان میخوایم که در پروسه میز بشینن. اینو میخوام که
بپرسم، روابط افغانستان داره تیره میشه با ایران، هرچند در قسمت دولت افغانستان تا این حالا چی در زمان کرزی و چی در زمان اشرف غنی با احتیاط برخورد کرده، رسمی دولت متهم نکرده، برعکس ایران متهم نکرده با حمایت از طالبان، اما آمریکایی‌ها آمدن متهم کردن به حمایت از طالبان. خب این چی را میرسونه؟ فکر میکنین ما وارد یک فاز جدید روابط با ایران میشیم؟ ما میخوایم را بگویم که این مسئله وقت این گونه مطرح میشه دقیقا در ابعاد حقوقی نقض حاکمیت ملی کشور هست، هم بر اساس اهدنامه وستفالیا و هم بر اساس کنگره وین هیچ کشور حق تعدی و تداخل در مسائل داخلی و خارجی کشورها را ندارد. ولی اگر بر اساس نگاه سیاسی ببینیم در جهانی که امروز ما به نام جهانی شدن مواجه هستیم که دیگه کوچک شده است، در نگاه سیاسی در واقع در یک بدبستان سیاسی ما با این کشورها مواجه هستیم و این بدبستان سیاسی ما را وادار می سازد که ما باید یک سری از مسائل از این آدرس ها تعامل کنیم که حکومت افغانستان داره تعامل می کند. حتی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری دوباره همون پوست که داشت در رسانه اجتماعی دوباره او را لغو کرد و حذف کرد و این نشان می ده که در نگاه سیاسی حاکمیت ملی کشورها بر اساس میزان توسعه یافتگی و توسعه یافتگی از اینا سنجیده می شود. طبیعتا این کشورها در امر سیاسی، نظامی، اقتصادی با افغانستان دارن کمک میکنند. ولی از نگاه حقوقی شدیداً هم ایران و هم پاکستان نقض حاکمیت ملی افغانستان انجام میدن. میگن ما یک بار دیگه میخوام بپرسم کوتاه پاسخ بدین. ما ایران متهم است به خصوص سوی آمریکا که به طالبان حمایت میکنه. فکر میکنین این روابط بعدی است که روابط افغانستان را دچار مشکل بکنه و تنش بکنه با ایران؟ بگذارین اتو توضیح بدیم که پرسش اینجا مطرح میشه که آیا حضور نیروهای جامعه جهانی در افغانستان باعث از این میشود که این کشورها وارد مداخله در قضیه افغانستان شوند؟ من باورم ایست که برآمدن نیروهای خارجی وضعیت بدتر از این میسازد. امروز در حضور پلیس جهانی یعنی ایالات متحده آمریکا، ایران، پاکستان میان یک سخنگوی میشه و دیگهش قیضه‌دار طالب میشه، خب پس از اون افغانستان 70 پارچه میکنن. باورم این است که ما برای جامعه جهانی با هر همسایه شرور ما به مبارزه میخیزیم و به دولت افغانستان حق باید داده شود که با چنین یک نگرشایی که در اونجا حاکمیت ملی مردم افغانستان چی از سوی ایران و چی از سوی پاکستان نقض می شود استادگی کند و توسط فشارهای نرم فشار وارد کند. ولی ایران باید بگویم که افغانستان و ایالات متحده آمریکا باید در استراتژی نظامی خود در افغانستان تغییر بیارند. ما 12 سال می شود که جنگ سال اول تکرار داریم. سپاسگزارم از شما آقای نوری. آقای مرتضوی، در سالهای پسین ایران از سوی ایران آمریکا به خصوص متهم به حمایت از طالبان میشه. فکر میکنین ایران اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشه چه اهدافی را در افغانستان دنبال میکنه از حمایتش از طالبان؟ خب اولا ببینیم که چند چیز اساسی وجود داره که ممکن هست که کشورها به خاطر منافع خودشان در قضایای افغانستان یا مداخلات مستقیم و مداخلات بی پرده یا مداخلات پشت پرده را داشته باشند، چون در مسائل سیاسی و روابط بین المللی اون چیزی که مهم و اساسی است منافع کشورها هست. و شایعاتی هم وجود داره که گویا طالبان دفتر دارن در مشهد و از این قبیل گپا. خود مقامات ایرانی هم تایید کردن که با طالبان دیدن در تهران، آیتی از طالبان به تهران سفر داشته. خب من از قضایایی که دفتر دارم مثلا در جغرافیای به نام ایران طالبی مشخص نیست، شاید یک گمانزنی باشد. اما بحث ما است که خب یقینا شما ببینید که وقتی چند چیزی که مشخص و اساسی هست که این چند چیز اساسی میتونه مداخلات کشورها را در قبال داشته باشه، یکی از بودن قوتهای اتلانتیک شمالی در افغانستان که در رأسش مثلا آمریکایی ها هستند، اینی یقینا که مثلا با این پالیسی منفعل و پالیسی شکسته که حکومت افغانستان در قبال کشورهای منطقوی و فرامنطقوی داره،
که تا حالا نتوانستن که کشورهای مخصوصا همسایه خودش افغانستان اینا را بقبولانه که بودن آمریکایی ها و بودن قوت های ناتو در افغانستان اینا از جغرافیای به نام افغانستان تهدید بر علیه منافع کشورهای منطقوی در همسایه افغانستان نیست. این تضمین هم میتونست حکومت افغانستان بده؟ خب شما ببینین که تا به حال متاسفانه بله که این کار نکردن و این اراده را نداشتن و میتونستن که این کار انجام بدن، که تا به حال در این ارتباط هیچ کار را حکومت افغانستان نداشته است و هیچ پالیسی را روی دست نداشته است. میتونست که ابتکار عمل در دست داشته باشه و میگن اگر اتهام مداخله ایران در افغانستان و همکاری با طالبان درست باشه، یکی از عواملش میتونه حضور قوات خارجی در افغانستان باشه. یقینا شما ببینید که این یکی از دلایل اساسی است که امروز مثلا بعضی از کشورهایی که در افغانستان مداخله میکنه، حضور قوات های ناتو در افغانستان این سبب اینمی یک بحران شده است، به خاطر که در افغانستان اینا هستن ولی حکومت مردان افغانستان پس از طالبانی نتوانستن که این قضیه را بر اینها بفهمانن که یقینا بر علیه شما از خاک ما هیچ استفاده سوی صورت نمیگیره و این بحران مشروعیت قوت های ناتو که در رأس آمریکاست در افغانستان برای کشورهای منطقوی را ایجاد کرده است. اگر براستی مثلا آقای مرتضوی حضور آمریکا در افغانستان تهدیدی برای ایران باشه، باز در او صورت حکومت افغانستان توانایی داره، این امکان وجود داره که به کشورهای اطمینان بده و تضمین بده؟ یقینا شما ببینید که اینا میتوانستن تا مرحله‌ای که توانمندی داشتن، اگر اینا صادقانه گام میگذاشتن تا یک حد را میتوانستن که این قضایا و این مشکلاتی که عبارت از مداخلات این کشورها هسته اینا را تا یک حد را کاهش بدن. اگر نمیتونست که مداخلات چون مداخله میگن مداخله کدوم کشورها؟ آمریکا؟ نه، یقینا نمی کشورهایی که امروز مثلا در همسایگی افغانستان قرار گرفته و اینا مداخلات پشت پرده و غیر چیزا دارن، این یک بحث. بحث دیگه که وجود داره بحث این است که شما ببینین به اون قسمی که قبلا اشاره کردیم که آمریکایی ها باز هم به یک اشتباهی مثلا 18 سال قبل در حال روان هستن، که اینا بعض از کشورها مثل آمریکا ایران در قضیه صلح افغانستان با اینه که مثلا ایران یکی از کشورهایی است که همسایه افغانستان است، نقش اینها را در آوردن صلح نادیده گرفتند و این سبب میشه که مثل ایران و بعض از کشورهای دیگه هم فعالیت‌های خودش مثل روسیه داشته باشه. این یک بحث اساسی. بحث دیگه که وجود داره شما ببینید که متاسفانه که حال مثلا امروز سخنگویای ریاست جمهوری یا از ریاست اجرایی میان بعضی از کشورها را میگن که اینا مداخلات سریع داره، بلی یقینا یک چیز آفتابی هست. حتی بعض از کشورها تا حد در قضایای داخلی افغانستان و مراد داخلی افغانستان مداخله داره که تا حاکمیت افغانستان تحت شعا قرار دادن. برای این میگرده که تا به حال را شما ببینید که متاسفانه حکومت افغانستان، خب البته که در مرحله اول برمیگرده به حکومت افغانستان، در کنار حکومت افغانستان تشکل‌های سیاسی، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، در مجموع توده‌های میلیونی مردمی که اینا یک میکانیزمی قابل قبولی که در اون میکانیزم تمام اصلها را اینا گنجانیده باشه و این اصلها را به این کشورهایی که میان طالبان را دعوت میکنن و میزبانی طالبان را میکنن این اصلها را داشته باشند که روی میز بگذارن که شما اگر میخواین که با طالبان صحبت کنین و در نتیجه امر شما میخواین که تسهیل کننده گفتمان صلح با حکومت افغانستان طالبان را بیارن به میز مذاکره بشنین، اینی اصلها هستن. با اینی اصلها اگر طالبان میاین و شما اینا را میخواین که به میز مذاکره بشنین، اینی اصلها قابل قبول است و اینا قابل تغییر است. مثلا بعض اصلهاست که به او باید بحث شود، مثل عفو عمومی است که آیا عفو عمومی حکومتی تواناییش داره که وقت طالبان به میز مذاکره می و پروسه صلح اینا مثلا یک جای میشن، عفو عمومی زیر این حق حکومت داره؟ یعنی بعضی از اصلهای دیگه است که او قابل تغییر به هیچ عنوان نیست، قابل گفتمان نیست. مثلا همین دستاوردهای 17 سالی پس از حکومت طالبانی که عبارت از قانون اساسی است مثلا، یا مثلا در خصوصی که آزادی شهروندان، حقوق مثلا شهروندان، مسائل رفع
آقای مرتضی روی این مسئله صحبت میکنیم. اصلا که قابل مثلا تغییر نیست و قابل مباحثه و مذاکره نیست. متاسفانه که حکومت یک مکانیزم در این راستا تا به حال را نداشت. من یک بار دیگه میخوام سوال من تکرار بکنم، هرچند شما اشاره داشتین ولی میخوام مختصر جواب بگیرم. اگر اتهام مداخله ایران به افغانستان و همکاری با طالبان صحت داشته باشه، چی اهدافی را ایران دنبال میکنه؟ صرف برمیگرده به همین خطری که از ناحیه حضور آمریکا در افغانستان احساس میکنه یا مسائل دیگه هم مطرح است در رابطه افغانستان با ایران؟ یقینا که اعمال حرکات را که آمریکایی‌ها روی دست گرفته است اینمی خودش یک پارادوکس است، یک تناقض اساسی. از یک سو اینا گفتمان صلح با طالبان آغاز کرده که بعضی کشورها را نقش نداده است که سبب فعال شدن کشورهاست، و از سوی دیگه اینا میخواین که نیروهای خود خارج کنند، و اگر نیروهای آمریکا و قوات‌های ناتو از افغانستان خارج شود که یقیناً یک بحران بسیار اساسی مثل دهه 70 در افغانستان ایجاد میشه. این یک بحث اساسی است. ولی یک چیز دیگر هم نباید که فراموش کنیم است که بعضی از کشورها به اون اندازه یعنی دخالت بسیار زیاد مثل پاکستان نداره. یکی از آجنده‌ها و یکی از کارهای اساسی آیسای پاکستانی است که شما ببینین یعنی راه اشتباه برای جامعه جهانی و برای مردم افغانستان اینا ایجاد میکنن تا بتوانن که اون فشارهایی که از آدرس آمریکایی‌ها و جامعه جهانی و همپیمانان آمریکا در قضیه فشار بالای پاکستانی‌ها زیاد است اینا را کاهش بده، با یک شکل اینا ترفندهایی را بازی میکنن تا بتوانن که تا حد راه را اشتباه کنن و این فشارهایی که بالای پاکستانی‌ها است اینا را کاهش بده. تشکر میکنم جناب آقای نوری. بحثی است که اگر قرار است تلاش برای صلح صورت میگیره باید در شراکت با کشورهای منطقه و کشورهای ذی دخل در قضای افغانستان صورت بگیره. آقای مرتضوی تأکید چیست که راههای اشتباهی را آمریکا پیش میره و کشورهای مثل ایران باید شراکت داشته باشند و سهم داشته باشند در مسائل افغانستان و مسائل سیال با طالبان؟ فکر میکنین راههایی که اماکنون پیموده میشه، تلاش هایی که آمریکا داشته با طالبان، نشست هایی که قرار است صورت بگیره پیش از این صورت گرفته، راه غلطی را ما میریم یا نه که ممکن ما چیزی را نتیجه مثبتی را شاهد باشیم؟ من میتونم این تو پرسش شما رو این تو مطرح کنیم که آیا در شرایط فعلی افغانستان میتونه بی‌طرف باشه در سیاست خارجی خود یا خیر؟ یا ای که تلاش ها نتیجه میده، تلاش هایی که بعد افیسال یا ای که مثلا شکل بی‌طرفانه هیچ گروه را نگذاره با همه گیر آبتش حسن نباشه. باورم این است که در موقعیت ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک که افغانستان دارد بی‌طرفی افغانستان نمیتونه صورت بگیرد. مجبور است در عصر قرن 21 در گیر و دار قدرت هایی که جنگ دیگه ابعادش تکنولوژیک شده، جنگ نیابتی شده، جنگ ها سی بودی تعریف می شود، در چنین یک وضعیت باید با یکی از کشورهای اتحاد داشته باشد. یعنی سیاست اتحاد نسبت به بی‌طرفی و انزوا افغانستان نمیتونه بی‌طرف باشه. ما میخوایم اینو بگویم که در شرایط فعلی افغانستان که جنگ ابعاد تازه به خود گرفته، گروه های متفاوت در افغانستان به جنگ افروزی دست دارند، کشورهای متعدد در قضیه افغانستان در جنگ دست دارند، همی ایرانی ها طالب تمویل میکنند، همی پاکستانی ها طالب تمویل میکنند، همی چینایی ها و روسی ها طالب تمویل میکنند. آقای مرتضوی میگه که به اندازه پاکستان کشوری نیست که طالب اجازه بده. هر کس به جایگاه خود نقش خود در قضیه هراس افکنی و حمایت دشمنان افغانستان ایفا میکند. مثلا پاکستان به هیچ وجه طرفدار از این نیست که یک دولت با قدرت با اقتدار تحت حمایت قدرت‌های بزرگ در اینجا شکل بگیرد، چون اگر دولت مقتدر شکل بگیرد در دو معاصره میماند، معاصره هند و معاصره افغانستان. برای شکستن یکی از این معاصره ها مجبور است که حکومت ضعیف و نو بنیادی که موره های پاکستان در اونجا نقش داشته باشه. کشور دیگه چی هدفی دنبال میکنن؟ روسا چی هدفی دنبال میکنن؟ ایرانی هایی که متهمن سوی آمریکا چی هدفی دنبال میکنن؟ ما بس میکنم. ایرانی ها به هیچ وجه مثلا خواهان از این نیستن که دشمنشان که ایالات متحده آمریکا هست در قضیه افغانستان حضور داشته باشه. خیلی خوب. آقای مرتضی میگه که دولت افغانستان میتونه ولی خود ایرانی به تبع ایرانی ها خود ایرانی ممکن است اجازه بدید. ولی خود ایرانی ها این توانایی را در قضیه افغانستان ندارن و نمیکنن. ما جهاد افغانستان را شاهد بودیم. ما دوره حکومت مجاهدین شاهد بودیم. همه ایرانی ها، همه پاکستانی ها، همه غربی ها و همه روسیه و دیگر ها کلا پای خود کشیدن. ما دوره مقاومت شدیدن توجه داریم.
این حرف و این معناست که این کشورها به هیچ وجه طرفدار از این نیستند که کشور به نام افغانستان ثبات سیاسی، نظامی و اقتصادی خود داشته باشد، بلکه آنچه که در استراتژی های سیاست خارجی این کشورها به شکل پنهانی وجود دارد است که به اندازه پای امریکا را در گللای افغانستان به نام جنگ طالب و نمیدانم دایش اینا گر بسازن که امریکا را به پوز بزنن در قضیه خاک افغانستان. خب. اهداف نیابتی خود در زمین به نام افغانستان و جغرافیای به نام افغانستان چی حاصلشون میشه؟ فکر میکنین با کامیابی طالبا به اینا سود میرسه؟ داله که این مسئله گروه بنیادگرای سنیست میتونه خطر برای ایران باشه؟ که این مسئله ما بس میکنم که این مسئله نه انسانی هست، نه اخلاقی است و نه هم دینی است. نه پاکستان بر اساس عینک با این نگاه به افغانستان نگاه دارد، نه ایران به اساس عینک دینی و انسانی و اخلاقی بر افغانستان نگاه ندارد، بلکه منافع ملیشان با باور اونو مارتین لوتر و با باور اونو مثلا ماکیاولی که کسب قدرت، حفظ قدرت، گسترش و افزایش قدرت میگه، در فکر اینی مسئله در قضیه افغانستان است. اونم ستاره منافع ملیشان شده، ستاره رهنمایشان چیز به نام اخوت اسلامی حتی در دل هر دوی این کشورها نیست. میمونه قضیه افغانستان. ما استراتژی آمریکا را در افغانستان نقد میکنیم. ما روی کرده عدم صادق محورانه امریکا را در افغانستان نقد میکنیم. امریکا صادقانه و بیریا در قضیه افغانستان عمل نکرد. امریکا برای استراتژی جنوب آسیای خود در قضیه افغانستان بازی کرد و متاسفانه در این بازی مردم افغانستان هم داره بدبخت میکنند. ضرور است که نخبگان حاکم در قدرت سیاسی، احزاب سیاسی افغانستان و مردم افغانستان برای آمریکا فشار وارد کند تا روی کرد و استراتژی خود در جنگ با عراس افغانان تغییر بدن. وقت القاعده را طالب با تمام نیروش در افغانستان نیست و نابود میکنند، ولی دوباره میسازدش. در حال حاضر تلاش ها معطوف به ایست سوی امریکایی ها که با طالب ها سال شده. ما میبینیم سه بار نشست صورت گرفته، زرم خلزا سه بار با طالب ها دیده، قرار است دور چهارمین گفتگوها شروع شده. آقای مرتضی میگن که این تلاش ها خودمحورانه است، امریکا کشورهای مثل ایران سهم نداده و به این بهانه کشورها مداخله میکنند. سهم دادن به چی معنا میده؟ ما پیشتر هم گفتیم توجیه کننده منافع ملی کشورهای دیگه نباشیم. سهم دادن به این معناست که ما باید موره های این کشورها رو در حکومت بعدی بگذاریم که نه یک افغانستانی را قبول کرده میتونه، نه یک فرد مسلمانی را قبول کرده میتونه، نه یک فرد اخلاق محور این را قبول کرده میتونه. خب. ولی ما بخوایم بگیم که این کشورها بالا طالبا دارن. آره. خب طالبا اگر اینو فشار نیارن مثل پاکستان و کشورهای دیگه، ولی طالبا حاضر نمیشه. ولی میخوایم اینو بگیم که ما سه روی کرد داریم با حل این مسئله. روی کرد قدرت محورانه است. ایالات متحده آمریکا به عنوان حامی افغانستان که پیمان امنیتی امضا کرده که در صورت مداخله و تجاوز هر کشور طرف افغانستان می باشد. حالا جایگاه خود ایالات متحده آمریکا نشان بده. حداقل در 6 ماه اخیر نشان داده شد که دشمنای واقعی مردم افغانستان کیست؟ کیها هستند که طالب حمایت میکنن؟ امروز خودشان بلندگو شدن و قضیه طالب میگن روسیه میگه ما میکنیم، چینا میگه ما میکنیم، پاکستان میگه ما میاره بسال، نمیفهم ایران میگه که طالبا را باید نقش بدیم، نمیفهم که ما کمک میکنیم. گپایشان برآمده بیرون. حالا کل از اینا خودشان بلندگو شدن و قضیه خودا میگن. باید به روی کرد قدرت محورانه این مسئله را حل کرد. روی کرد دوم روی کرد حقوق محورانه است. مگر سازمان ملل متحد در کجای قضیه قرار دارد؟ مردم افغانستان در جنگ نیابتی تامین منافع قدرت‌های بزرگ کشورهای منطقه و همسایگان خود در می‌گیرند. سازمان ملل متحد در کجاست که این قضیه را بر اساس رویکرد حقوقی حل کند؟ و سوم رویکرد اخلاق محوران است. بر محور اخلاق حداقل این کشورها خدای مسلمانی می‌کنند. امی ایران کشور برادر اخوت اسلامی را مطرح میکنه جایش برسند. همین پاکستان خود بیرار برادر ما میداند. مگر کجا هستن اینا؟ با این سی روی کرد ما میتونیم قضیه را حل کنیم. روی کرد اولی زور محوران است. حکومت افغانستان باید با این شریکای سیاسی خود طرف شود.
بشینه. شما روی از روی کرد زورمدارانه میگین، در حالی که سر و صدا ها به گمگو ها از احتمال خروج آمریکا مطرح میشه. اظهارات آقای ترامپ ما شنیدیم، ای و نحوه تردید خلق کرده در محافل سیاسی افغانستان و نزد سیاسی افغانستان که ممکن آمریکا یک روز با ما نباشه. باورم ایست که بودن آمریکا خطرش کمتر از خروج شدنشان است. یعنی خروج آمریکایی ها از افغانستان برای افغانستان درد سر می سازد. این یک واقعیت عینی در سیاست افغانستان است. خب. ما پاکستان هم تجربه کردیم. ما می خواست صوبه پنجم ما را بسازد. ما ایران هم تجربه کردیم که شدیداً مداخله کرده در جنگ های تنظیمی و داخلی افغانستان. ما همه این کشورها رو دیدیم، ما روسیه رو دیدیم که اشغال ما کرد. آقا نوری، ما میخوام بیرونی تلاش هایی که همکنون جریان داره صحبت بکنیم. قرار از دور چهارم گفتگوها با طالبان میان آمریکا شروع شوه با نمایندگان طالبان. فکر میکنی این رأیی که پیموده میشه نتیجه خواهد داد؟ ما باور دارم که اگر ما زمانی میتونیم جنگ از بین ببریم که میان خارجی زنگ حمایتاشون نسبت به هراس افغانان قطع کنیم. یک، برای از این استراتژی همگرایی منطقه‌ای ضرورت است. دو، ما زمان میتونیم جنگ در افغانستان از بین ببریم که در درون خود ما به تک تصفیه برسیم. آقا مرتضی اشارهشون نمی شما همگرایی منطقه‌ای میگن، میگن که کشورهای منطقه و از داخل در خزانه این همگرایی تنها در عرصه سیاسی شکل نمیگیره و در عرصه سیاسی شکل گرفتن هم مشکل است به خاطر اعتماد نمی باشه. این همگرایی اول در عرصه اقتصادی شکل بتین، آهسته آهسته ببرین در عرصه سیاسی. امنیت نباشه که چگونه عرصه اقتصادی با ما میخوایم اینو بگیم که عرصه اقتصادی راحت تر است ولی عرصه امنیتی باشه که عرصه اقتصادی شکل بگیره. حالا ما بگیم در یک معادله امنیتی به هر میزان، به هر میزانی که امنیت افغانستان بالا بره، به همون میزان رقبای افغانستان مداخلات در قضیه افغانستان بیشتر میشه. به هر میزان که توسعه افغانستان بالا بره، به همون میزان توسعه رقبای افغانستان نگران ثبات اقتصادی افغانستان هست. تلاشی که مکنون صورت میگیره سوی حکومت افغانستان، ما سفرهایی را شاهد هستیم از سوی مقامات مثلا آقای محیب میره به چین، رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح میره به پاکستان، خود دور چهارم گفتگوها با آمریکایی‌ها شروع میشه میان طالبان و آمریکایی‌ها. فکر میکنی که این تلاش ها نتیجه بده یا نه باز ما تکرار مشتبهات و کماکان ادامه وضعیت شاید خواهیم بود؟ آمریکایی‌ها شدیداً در پی عزیزتن که قضیه طالبان را یک طرفه کنند. طالبان درد سر شده، طالبان چندسته شده، به کشورهای دیگر رسیده. حالا در اختیار روسیه هست. نمیتونه قضیه این نتونسته وضعیت پیچیده بکنه و سخت باشه حل مشکل طالبان. این وضعیت پیچیده ساخته، ولی ما میخوایم اگر قدرت‌های بزرگ بخواهند، مثلا تا دیروز طالب دشمن این کشورها بود، ولی امروز کلشان از دوستی با طالب حرف میزنن. این حرف اینو صادق نیستن با من. میخوام بگم که این حرف این معناست که منافع ملی این کشورها ایجاب کنه، فردا طالب دشمن میشه. یک مورد دومی که من میخوام تکرار کنم و اویست که متاسفانه حکومت افغانستان که حکومت است، این حکومت مشروعیت ندارد، باید این را بپذیریم. این حکومت یک حکومت فاشستی، قومی و شیونیستی هست و این را بارها زمامداران این کشور نشان دادن که شیونیستی عمل کردن، حداقل در این اواخر نشان داد. این حکومت دیده میشه که در درون دکتاتور معابانه است و سیاست ملک شخصی و پدری خود میدانند. با این روی کرد صلح ممکن نیست. ممکن است امروز با طالب صلح کنی، فردا با ما درگیر جنگ میشی. ما برات صلح نمیکنیم. سپاسگزارم شما جناب آقای مرتضوی. مداخله کشورهای در همسایگی افغانستان و منطقه در قضای افغانستان نتونسته وضعیت خیلی پیچیده بکنه که سال هم سخت باشه. فکر میکنین راه معقول ختم جنگ در افغانستان و سال با طالبان چه باشه؟ یقیناً که مداخلات کشورهای منطقوی که تقاطع منافع با کشورهای غربی مخصوصاً با آمریکا داره، پروسه صلح مبهم و گنگ ساخته است. یقیناً که این چالش‌زا هست و مشکلات بسیار عدیده‌ای را می‌تواند ایجاد کنه. باز هم حرف و تاکید بر روی این هست که یقیناً مثلا با این تناقضاتی که امروز آمریکا در قضیه صلح ایجاد کرده، از یک سون مثلا اینا می‌خواهند که صلح ایجاد کنه، صلح از کدام آدرس صورت می‌گیره؟ صلح از نقطه قوت صورت می‌گیره. یعنی صلح یقیناً یک تافته جدا بافته از جنگ نیست. شما وقتی که میخواید با
طالبان صلح کنین و به میز گفتمان اینا رو بکشانین، باید از نقطه قوت بین شما، از یک سون شما میخواین که بحث صلح آغاز کنین و از سوی دیگه این اعلان میکنین که ما نصف نیروهای خود از افغانستان میخواییم که خارج کنیم. اینا دقیقاً سبب میشه که کشورها فعالیت‌های خود زیاد بسازن و فعالیت‌های زیاد که در افغانستان در قضیه صلح مثلا صورت بگیره، یقیناً این پروسه را مختل میسازه و این پروسه را جنجالی میسازه. خوب است، ما چیز را میخواهیم بگویم که قضیه گفتمان صلح باید سه جانبه و سه ضلعی باشه و کشورهایی که در افغانستان مداخله داره از این کشورها این قضیه گفتمان طالبان با این کشورها باید که بیرون بسازه. باید بحث صلح سه ضلعی باشه، یک طرفش مثلا آمریکایی ها، یک طرفش حکومت افغانستان و یک طرفش هم طالبان. این بحث اساسی است با توجه داشتن با این میکانیزم ها و این راهکارهایی که ما بتوانیم مثلا طالبان هم. چون آمریکایی ها را که همپیمان مردم افغانستان هست اینا را بقبولانیم که شما باید فشارهای همه جانبه را بالای پاکستان باید که انجام بدین، که متاسفانه تا به حال را هم آمریکایی ها در این پالیسی خودشان متعهد و صادق نبودن و در بعضی از مواردم که عمل میکنن اینا فقط مقطعی و به یک شکل پروژه عمل کردن. بالای پاکستان فشار بیاره، اما گپی است که در حال حاضر طالبان به چند دسته تقسیم شده، طالبای ما مربوط به چند کشور داریم. خب با این صورت تنها فشار بالای پاکستان فایده میکنه؟ فکر نمیکنیم وضعیت بشه پیچیده شده باشه که کشورهای زیادی دخیل هستن؟ من قبلا اشاره کردم که بحث اساسی که وجود داره این هست که اصل بحث اساسی روی پاکستانی ها هستن و بعض از کشورهای دیگه که هم هسته اینا یقینا به شکل هسته که اینمی پاکستانی ها میخواهد که فشارهای جامعه جهانی را از بالای خودشان کم و کاهش بتن و اینا آمدن به یک شکل طالبا را به گروه های مختلف تقسیم کردن و یقینا که مثلا طالبان اگر فشار بخواهیم که وارد کنیم در وهله اول باید که آمریکایی ها بالای پاکستانی ها فشار همه جانبه را وارد کنن و این یک نتیجه بسیار اساسی را میتواند داشته باشه. اما بحث شاید یک عده از گروه ها به بخش های تقسیم شده باشند، اما نقش اساسی را در قضیه گفتمان صلح و کشاندن طالبان به میز مذاکره او برمیگرده به پاکستانی ها که این فشار همه جانبه بالای پاکستانی ها وارد شود. بعضی از گروه های هست که شعبه شعبه شده اینا مثلا نتایج چندانی را در قضیه ختم جنگ و آوردن صلح در افغانستان نداره. اگر ما بیایم به این بحث بگیم مثلا شما ببین بعضی از گروه های دیگه که وجود داره که خود استخبارات افغانستان هم میگه بالای 20-21 گروه افراطی در افغانستان هستن که بر علیه این نظام مسلحانه امروز در فاز جنگ هستن، اینا چی میشه؟ چون میگن رویال معقولی است که گفتگوهای صلح سه بعدی شود که دولت افغانستان هم سهم داشته باشه. یقینا که متاسفانه تا به حال را دولت افغانستان از قضایای صلح و گفتمانی که امروز مثلا آمریکایی ها با طالبان آغاز کردند و در پشت درهای بسته که اینا چانه زنی ها و لابیگری هایشان دارن، حکومت افغانستان تا به حال را هیچ البته در این قضایای صلح شریک نبودن و اینا متاسفانه از تمام گفتمان صلح بیخبر هستند. و این یک چیزی است که باید حکومت افغانستان با یک استراتژی مدون قابل قبول همه تشکل‌ها احزاب سیاسی میگن سیاسی. حکومت افغانستان که نقشه راه صلح داره و او را بیرون کشیده و در اختیار همه است که میتونن بخونن. خب مگر استراتژی نیست، برنامه همین استراتژی که شما میگین همین نقشه صلح را حکومت افغانستان دارید، در پیش کیست؟ در پیش حکومت است، در پیش احزاب سیاسی است، در پیش شماست، در پیش پس پیش کیست؟ پس خب این میرسونه که وجود نداره برادر عزیز. شما میگین که سه بعدی شو حکومت افغانستان سهم داده شده، اما طالبان که اکثرا میگن ما با حکومت افغانستان نمیبینیم، رد میکنن اگر درخواست سوی عربستان صورت میگیره، اگر از سوی پاکستان صورت میگیره یا از سوی آمریکا صورت میگیره. این برمیگرده که کشورها مداخله میکنه و برمیگرده به ضعف حکومت افغانستان، برمیگرده به پالیسی اشتباهی که امروز آمریکایی ها بازم مثل جلسه بون آغاز کردن. و یک مسئله اساسی است، ما زمان میتانیم که طالبان به میز مذاکره بشانیم و حاضر کنیم که اولا یک استراتژی مدون که در او تمام اصل ها مشخص شده باشه و در این استراتژی تمام مردم افغانستان و احزاب سیاسی، جامعه مدنی، نخبگان سیاسی در این شرکت کنند در کنار همین حکومت.
با توجه داشتن به اینکه حکومت صدها نقص و مشکل دارن، اما در این قضیه اساسی سرنوشت سازی که این بحث منافع ملی تمام مردم افغانستان است، تمام مردم در این مخصوصا نخبگان سیاسی احزاب شرکت کنند، یک استراتژی مدون و یک اجماعی که در قضیه صلح همه داشته باشن، این یک بحث اساسی است. و بحث دیگه که است که وقتی که ما تانستیم به یک اجماع ملی برسیم، اینجاست که ما میتونیم فشارهای همه جانبه را بالای آمریکایی ها و کشورهایی که همپیمان با افغانستان هست انجام بدیم. تشکر. که شما همپیمان ما هستین به چی معنی هستین که امروز کشورها آمدن صریحا مداخله میکنن در امورات داخلی افغانستان تا مرحله که حاکمیت افغانستان تحت شعاع قرار داده و نقض میکنن، و این زمان این فشارها بالای آمریکایی ها و کشورهای همپیمان افغانستان مثلا صورت میگیره که ما یک اجماع ملی و یک میکانیزم اساسی در قضیه صلح افغانستان از داخل افغانستان داشته باشیم که متاسفانه تا به حال نداریم. و چیز دیگه که وجود داره میخوایم اینم بگویم که و آمریکایی هم زمان میتوانند که طالبان در میز مذاکره بشانند که یقینا فشارهای همه جانبه را بالای پاکستان اعمال کنند، و در کنار از این است که حکومت افغانستان با توجه داشتن به اجماع ملی میتوانند به یک همگرایی منطقوی برسند و حتی همگرایی فرامنطقوی برسند که ارتباط محکم خودشان را از آدرس قوت در جبهات جنگ، یعنی دقیقاً با نمو سخت افزار، تعادل سخت افزاری رو با نرم افزاری و اتاق فکر و گفتمان اینا ایجاد کنه. نخست من میخوام پاسخ شما رو داشته باشم. شما میگین که تلاش هایی که مکنون صورت میگیره سوی امریکا برای سال با طالبا اشتباه هست و باید کشورهای مثل ایران سند داده شود. در پاسخ شما آقای نوری میگه که ما نباید توجیهگر منافع ملی کشورهای بیرونی باشیم. شما ببینید بحث توجیه نیست، ما بیاییم واقعیت ها را بیان کنیم تا که ما عمق استراتژیک پاکستانی ها را در افغانستان مورد واقعی و مطالعه قرار ندیم که کدام خواستهایش مشروع است کدام خواستهایش نامشروع است. تا زمانی که عمق استراتژیک اساسی مثلا ایرانی ها را در افغانستان مورد مطالعه در یک اتاق مطالعه دقیق مورد واقعی قرار ندیم، تا زمانی که عمق استراتژیک روسیه را در قضای افغانستان مورد واقعی قرار ندیم، یقینا که آمدن صلح در افغانستان کار محال است. سپاسگزارم شما. باید خواستهای کشورها مورد تحقیق و مداقب قرار بگیره تا برای حل پیدا شود. این به معنای توجیهگری منافع ملی کشورها بیرونی نیست. من باور دارم که چرا ما خواسته های دیگرها را تحقیق کنیم؟ چی نیازی برای تحقیق خواسته های دیگر است؟ افغانستان هیچ نیازی برای تحقیق خواسته های دیگران نداره. ما سرزمین داریم که مشخص است، تاریخ داریم که کهن است، مردم شریفی که داریم که از اقوام مختلف از این سرزمین زندگی میکنن. خب قضیه اینجا شروع می شود که چرا اینا مداخله میکنن؟ کدام قانون اینا را اجازه داده است؟ حکومت افغانستان با همین سه روی کرد. روی کرد زور مدارانه، روی کرد حقوق مدارانه و روی کرد اخلاق مدارانه میتونه یکی از اینا را انتخاب کنه و بره به جنگ. اگر شما واقعا طرفدار روی کرد اخلاق مدارانش فکر میکنین تا این حال وجود نداشته؟ همیست اخلاق محورانه نتیجه نداشت، خواسته های اونها رو قبول میکنی دیگه. خب هرچی گفتی اخلاقا من زور ندارم ضعیف هستم، برو هرچی میزنی من رو بزن، این روی دیگه من پیش میکنم. اینی به این معنی است خواسته های اونها رو بپذیری. زور مدارانه نشنمیست که تا آمدی با یک گول پیکر دنیا پیمان استراتژیک امنیتی بسته کردی، حالا باید بکشانیش. اگه نمیتونی مردم علیهش بخیزان که وادارش کنه به خواسته های تعمل کنه. مورد حقوق محورانش حاکمیت ملی همه کشورها با هم برابر است، هیچ کشور حق نداره در امور کشور دیگه مداخله کنه. مراجعه شد به سازمان ملل متحد. قضیه مداخله ایران، مداخله پاکستان و کشورهای همسایه را کدی برای سازمان ملل متحد داده شود. میگن فشارهای مداخله سازمان ملل مشکل حل میکنه، در حالی که در قضایای افغانستان چندین کشور است مداخله میکنه و فشار مداخله هم گسترده است و وضعیت خراب ساخته. خب ما میخوایم اینو بگویم که این به یک مسئله بستگی نداره که ما بپذیریم تنها یک محور است. ما مدام سه روی کرد در اختیار شما ماندم، یک روی کرد شما انتخاب میکنین و این طرف حکومت افغانستان زور مداران هم میگین. این معقول هم به نظر می رسد و واقعبینانه هم به نظر می رسد. ما میخوایم که این در حالی است که ما تردیدهای ایجاد شده در رابطه با سیاست آمریکا که واقعا آمریکا با افغانستان میمونه با توجه به اظهاراتی که ما از ترامپ داشتیم از کسای دیگه داشتیم. اگر قرار است آمریکا نمیمونه، باید ما روی کرد خود نسبت به سیاست خارجی خود تغییر بدیم و این تغییرات رو باید شکل بدیم. من مطمئن هستم که ما برای آمریکا هیچ جای دیگه نمونده. مثلا سوریه را دست داده به عنوان جنگی که عدم توزیع قدرت و ثروت در نظام بین الملل
تثبیت میکرد. تنها محوری که بر امریکا مانده افغانستان است، و اگر افغانستان چی بر اساس زور و چی بر اساس ضعف از دست بده، جایگاه ابرقدرتی خود در سطح نظام بین الملل تغییر بده، قدرت های جدید دارن در شکل در سطح نظام بین الملل زور میکنن. این قدرت های جدید مثلا چین است، روسیه است، کشورهای منطقه هست، و ممکن است آمریکا از نظر اقتصادی در جایگاه سوم اگر این جلسه سقوط بته برسد. آقای نوری میخوام یک جمع بندی داشته باشین، دقایق آخر برنامه است. فکر نمیکنین که اختلافات منطقه‌ای با آمریکا و دولت افغانستان در رابطه با حضور آمریکا و سیاستی که آمریکا از افغانستان دنبال میکنه خیلی زیاد شده، تنش‌ها زیاد شده که میتونه جلوی هر برنامه ای که برای ختم جنگ باشه بگیره؟ میخوایم یک چیز بگوییم، استراتژی جنوب آسیا آمریکا نگران کننده است، هم برای کشورهای همسایه و هم برای خود افغانستان. و این را میخوایم براتون بگویم ایست که باید حکومت افغانستان تغییره در استراتژی ایالات متحده آمریکا و تغییر در استراتژی خودشان شکل بده تا ما حداقل صلح یک شبه نمی، جنگ هم یک شبه پایان پیدا نمیکنه. دلتان جمع باشه. سپاسگزارم. این وضعیت ادامه دارد و حداقل نسبیش باید بسازیم. سپاسگزارم. آقای مرتضی، ارزیابی شما چی هست؟ جنبندی شما چی هست؟ فکر نمیکنین که روابط با همسایه‌ها بد میشه و این میتونه جلوی راه حل جنگ افغانستان بگیره؟ خب یکی است که باید حکومت افغانستان ابتکار عمل در دست بگیره و بتونه که کشورهایی که در افغانستان دخالت داره اینا تمام خواسته هایش نامشروع نیست. مثلا بعض خواسته هایش مشروع است، بعض خواسته هایش نامشروع است. خواسته های مشروعش باید حکومت افغانستان تمکین کنه. مثلا شما ببین در پاکستان قضیه خط دیورن، مسئله جغرافیایی وجود داره، مسائل آب وجود داره، مسئله دیگه که وجود داره بازم برمیگرده به می حضور قوات های ناتو در افغانستان، مثلا آمریکا هسته که اینا را میتوانه که از راه گفتمان حل کنه، و این یک قضیه اساسی است. و قضیه است که مثلا قضیه دیورن حل شده هست دیگه، به نفع نیست، به هیچ کس نیست، در تمام مردم افغانستان که همه روزه مردم قربانی بده. اما خواسته های نامشروعی که بعضی از کشورها مثلا پاکستانی ها داره، از اون جمله مثلا افغانستان من حیث یک کشور مستقل میتونه با هر دنیا روابط خود برقرار کنه، با هر کشور میتونه روابط خود برقرار کنه، من جمله با هندیا پاکستان روابط خود برقرار کنه، کشورهای دیگه هم خواسته نامشروع دارن. یقینا که اینطور نیست که تمام خواسته هاشون مشروع باشه یا خواسته هاشون نامشروع باشه. خواسته های مشروعش تمکین کنه. بحث ما از این که میگم یک مطالعه و یک واکاوی همه جانبه قرار بگیره، در خواسته های مشروع تمکین کنه، در خواسته های نامشروع نموسه که ما گفتیم در حال حاضر خواسته مشروع تمکین نمیشن. یقینا که تابال قضیه دیورن تال را مثلا قضیهش حل شده نی، همیشه مثلا اعلانات حکومت مردان افغانستان یک شکل است، رفتارشان شکل دیگه هسته. اینی سبب شده است که این اختلافات ایجاد شده و این گیره های زیاد را ایجاد کرده است و امروز هر روز مردم افغانستان قربانی میده. یک بحث. بحث دیگه ای است که در خواسته های نامشروعی که حاکمیت افغانستان تحت سلطه قرار میده، مثلا یک خواسته های نامشروعی پاکستانی هایی است که افغانستان چرا با هندیا مثلا روابط بسیار زیاد برقرار کرده. مسئله آب هاست که ما اوضاع میشه با ایران هم داریم. مسئله خط دیورن هست، مسئله ارتباطات افغانستان با هندستان است. در اینجا اون خواسته های نامشروعی که کشورهای همسایه در افغانستان داره، این افغانستان یک استراتژی مدون داشته باشه که بتواند در استراتژی خود تغییرات را ایجاد کنه و با فشارهای همه جانبه از آدرس کشورهایی که همپیمان افغانستان هستند، من جمله آمریکایی ها، بتواند که در خواسته های نامشروع در مقابل این کشورهایی که در افغانستان حتی حاکمیت افغانستان تحت سوال قرار میده اینا را فشار بده. خیلی کوتاه نظر شما رو میخوایم داشته باشیم. خواست های مشروع و نامشروع دارن این کشورها. مثلا موضوع دیورن یک نگرانی پاکستانی هاست که باید با اونا صحبت شود. موضوع آبهای مشترک با ایران و پاکستان یک مسئله مداخله است که باید با اونا شریک ساخته شود. مداخله ایجاد جبهه مستقیم جنگی در افغانستان توسط پاکستانی ها، مثلا مداخلات آشکار و پنهانی که پاکستانی ها در قضیه افغانستان دارن تنها وابستگی به خط دیورن ندارد. اما خط دیورن یکی از مرزهای مناقشه‌زا میان افغانستان و پاکستان است که نیازمند به رمودی کرد حقوقی است که توسط سازمان ملل متحد باید این مسئله حل شود، که حکومت افغانستان هیچ ادعای حقوقی بالای پاکستان نکرده است. ولی همیشه ما برای فریب دادن توده های پشتون او طرف و توده های پشتونی طرف این مسئله را میگیم.
سپاسگزارم. اما پاکستان، آنچه که پاکستان میخواه ایجاد یک حکومت ضعیف و تحت سلطه شست در افغانستان. چون دقیقه آخر برنامه است. ممنون از شما، ممنون از آقایان رامش نوری استاد دانشگاه و سید مصطفی مرتضوی عالم دین و تحلیلگر سیاسی. سپاسگزارم از حضور مهمانان گرامی و از همراهی شما بینندگان عزیز. خدا نگهدار.